چشمه ها پر آب، باغ ها آباد، درختان پر از میوه، چشم ها منتظر، دل ها بیقرار و مشتاق توست یا حسین. این تعابیر مضمون اغلب دعوتنامه هایی بود که هر روز از طرف علما و زعمای عراق به سمت مکه می رفت و از امام می خواست تا به سوی کوفه حرکت کند. سلیمان دیر کردی، مجبور شدم سری به کوفه بزنم. زروی، ابو اسحاق هست؟ فریا بیقرار است از فراق یار، خیلی بیتاب است. لااقل 10 بار مرا فرستاده که زروی برو دید بزن ببین از کیان خبری شد یا نه. زروی جان، هوای رفیقمان را داشته باش، خیلی خجالتمان داده. به دیده منت، از خجالتشان در می شویم خالو. خب کیان، از یوسف مکی ما چه خبر؟ خوش خبرم ابو اسحاق، پسر عمش مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاده تا صحت و سقم دعوت کوفیان را بسنجد و اخبارش را برای امام بنویسد. طلایه‌دار اهل بیت پیامبر همینک در راه کوفه است مختار. مسلم ابن عقیل؟ فکر نمی کنم او را دیده باشی مختار. نه، چیزی به خاطرم نمی رسد. تو چه؟ او را دیده ای؟ 15 سال پیش دیدمش. آن موقع نوجوانی 17 یا 18 ساله بود. الان باید کامل مردی شده باشد. مسلم کی به طرف کوفه حرکت کرده؟ طبق اخبار چاپاری که به مکه فرستاده بودم، 1 ماه قبل با 2 راهبلد از بیراهه ها به سوی کوفه آمده. مستابه حال به کوفه رسیده؟ نه ابو اسحاق، هنوز نرسیده. قبل از آمدن به لفقا سری به کوفه زدم، به خانه سلیمان رفتم، سر و گوش یاب دادم، خبری نبود. شاید گرفتار شرطه ها شده باشد. بعید است، یحتمل راه گم کرده. از کجا میدونی؟ غیب که نشده، یا راه گم کرده یا به قول خودت گرفتار شرطه ها شده. برخیز کیان، باید بی معطلی سر از تحت کوه قضیه در بیاوریم. مسلم چرا به کوفه نرسیده و اگر رسیده کجا رفته؟ برخیز. اجازه بده عرق راهش بخشکد، قوتی بخورد، قوتی بگیرد، بعد رد مسلم را بجوید. نه عمره، جان سفیر حسین در خطر است. قوت ما و قوت ما در یافتن مسلم است. من در کوفه بودم، خبری از مسلم نبود. بعید میدانم کسی از مأموریت او مطلع شده باشد. دشمن را احمق مپندار کیان. یک راز تا وقتی راز است که بر زبان جاری نشده باشد. با افراطی که کوفیان در نوشتن نامه کرده اند، یزیدیان سر و پا چشم و گوشان تا بدانند حسین چه پاسخی میدهد. وقتی تو از مأموریت مسلم با خبری، یقینا دشمن هم خبر دارد. ابن کامل را به کمک بخوان کیان. در تمام راهها و کوره راههای منتهی به کوفه کمین کنید. مسلم را یافتی تا کوفه مشایعتش کنید. چون آنچه مایل باشد، من حاضرم میزبان پسرم به حسین در کوفه باشم. عمره، تو هم ربا او رو بنده کن، باید به دیدار پدر بروی. میتوانم بپرسم چرا؟ من باب به جا آوردن صله ارحام. همین؟ نه همین، باید با یک تیر دو نشان بزنیم. سعی کن بفهمی از مأموریت مسلم چه میداند. حتما بعد از آن که سر مگوی پدر را دانستم، باید بیایم و آن را نزد شوهر فاش کنم. واقعا که مختار، پدرم اگر حرفی به من میزند، مرا سر نگهدار خود میداند، همانطور که تو مرا محرم اسرارت میدانی. چطور توقع داری اسرارش را بر تو فاش کنم؟ از من بپرسد شوهرت چه خیالاتی دارد، میتوانم اسرار تو را فاش کنم؟ بانو عمره حق دارن مختار، بهتر از ایشان دخالتی نکنن. مختار،
تمنا میکنم مرا دستاویز مقاصدت نکن. کدام دستاویز عمره؟ گمان کردم همراه و همسفرم شدی تا کمکم کنی. تو رو در روی پدرم ایستاده ای. من حرفی زدم؟ مخالفتی کردم؟ این کم کمکی است؟ لازم نیست کنجکاوی کنی. برو سری به پدرت بزن. حالا احوالی بپرس. دیداری تازه کن. نه مختار. نه. من از خانه‌ام جم نمیخورم. بهتر نیست مسلم را به لفقا دعوت کنید ابو اسحاق؟ نه کیام، مسلم به لفقا بیاید پدر زنم خیال میکند شمشیر را از رو بستم. من هنوز از نعمان قطع امید نکردم. با ام ثابت چه میکنی؟ خدای نکرده بی حرمتی کند چه؟ مسلم ابن عقیل کیان ایرانی نیست مستوجب لعن و نفرین باشد. ام ثابت با تو چه کرده؟ من به زخم زبانهای ام ثابت عادت کردم. هر وقت مرا میبیند و دشنام نمیدهد دلم میگیرد. امروز مدعی شده بود که من زیر پای تو نشستم که به دست تو انتقام تحقیر نژادم را از عرب بستانم. شرمنده هم کیان، روی ترش و زبان تیز آمه ثابت همیشه تو را گزیده. دشمنتان شرمنده سردار، دلت را دریاب. هیچ مغرازی نمیتواند رشته ارادت کیان به مختار را ببرد. زخم زبان آمه ثابت همیشه نیش نبوده، گاه نوش است و گوارا. مختار برای کیان همان منجی ابوالبشر است که به زودی ظهور می کند. چیزی را میبینی که من میبینم؟ تو چه میبینی کیان؟ یک لکه سیاه جنبان. از سراب نیست، چون من هم میبینم. ممکن است همون یوسفی باشد که منتظرشیم. این برهوت شطور لوک جان سالم به در نمیبرد، چه رسد به آدمی.
به کدام این اجاز زنده مانده ای یبن عقیل؟ من مختارم جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی. مختار نیازی به معرفی ندارد. سالها پیش در کوشک سفید مدائن تو را دیدم. آن زمان من نوجوانی بودم و به چشم مردان بزرگ چون تو نمی آمدم. در کوشک مدائن شنیدم که در جنگ پسر عمم حسن با معاویه بی طرف ماندی و مشغول زراعت شدی. حکایت بی طرفی آن روزت در کام چون منی که جز بی وفایی و تلخی ندیده بودم شیرین آمد. خدا رحمت کند عمویت سعید را که از هیچ کمکی مضایقه نکرد. حکایت هم بیطرفی سال هاست که مثل خور جانم را میخورد. همه ما در معرض لغزشیم. شیطان مأمور همین کار است و تیغ برایی هم دارد. قسم خورده لعقبینهم اجمعین باشد. دل پرخونی دارد شیطان از دست کسانی که بر اثر لغزش ایمانشان محکم تر می شود. مایه مباهات است که مرا لایق میزبانی دانستید. تنها سفر می کردید؟ خیر، تنها نبودم، تنها شدم. دو راه بلد داشتم که در میانه راه از فرط گرما و تشنگی هلاک شدند. جهنمی است برهوت میان حجاز و عراق. عبور از این جهنم کار هر کسی نیست. سفر سفر عشق است برادر. اجازه عشق نبود من هم مثل همراهانم مرده بودم. از کدام سو وارد کوفه شدید؟ از سمت شورزار. به شورتها بر نخوردید؟ چرا؟ بلتهای فلهیل از کمندشان جستیم. ممکن است ردتان را زده باشند؟ نه ابو اسحاق، خیالت آسوده. ظاهراً خبر عزیمت جناب مسلم به یزیدیان نرسیده. هنوز شیعه در کوفه غریب است. از کجایند آنها که انبوه دعوتنامه برای پسر عمم حسین نوشتند؟ آن دعوت کجا و این پنهانکاری کجا؟ جناب مسلم، آن دعوتنامه ها منافاتی با پنهانکاری ما ندارد. واقع مطلب این است که در کوفه هنوز فرماندار یزید و شرطه هایش حکومت می کنند. شیعه در کوفه قدرتی داشته باشد پنهان است. تا شیعه دارالحکومه ای نداشته باشد، شرطه و شبگرد و سرباز نداشته باشد، تا فرمانده و فرماندار نداشته باشد، باید احتیاط کنیم. خودتو چه نظری داری مختار؟ آیا مردم کوفه فلواقع طالب پسر پیامبرند؟ چه عرض کنم؟ طالب که طالبند. حکایت حکایت الکوفی و لایوفیست. میترسم مثل ایام ماضی قوم کل هماری حمل و لسفار باشند. من یکی قصد کردم تا نثار خونم کنار پسر پیامبر باشم. دست راست کن یبن عقیل.
میخواهم نخستین کسی باشم که دست بیعت به سفیر حسین بن علی میدهد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مختار، مشایخ و مشاهیر شیعه در کوفه رو خبر کنید باید هرچه سریع تر پیغام پسر عمم حسین رو برشون بخونم. مسلم ابن عقیل از طرف پسر عمم حسین ابن علی مأمور شدم تا به کوفه بیایم و ایشان را از صدق سخن کوفیان و نیز از صحت دعوتشان مطلع سازم. ایها الناس، بیعتی که از سر جبر و ترس و اکراه باشد باطل است و حرام. شما مخیر به انتخابید، حسین یا یزید. مبارک باشد ابو اسحاق، دولت عشق دوباره برپا شد. هنوز برای قضاوت زود است که از چه دل بشکی ابو اسحاق؟ میدانی از چه میترسم بن کامل؟ زحمای قوم بیشتر به فکر جبران خطاهای قبلشان هستند تا برپایی حکومت علوی. فکر کن فردا روز یزید لشکری بفرستد تا مخالفینش را قلع هم کند. با کدام لشکرمان میخواییم جلویش بایستیم؟ ای مردم کوفه، بدانید وقتی دست بیعت به خلیفه میدهید، پدر مادر بخچش رو بسته، میخواهد برود. برود؟ کجا؟ نمیدانم، خودش میگوید میروم به گور سیاه، به جهنم، به درک اسفل السافلین. فکر میکنم میخواهد برود به خانه عمه جاریه. کجا ابو اسحاق؟ خبری شده؟ چه عرض کنم؟ گاوند و رضاییده، ایال بازمهره که ساخته. لفت و شیطان را از جلد عیالش بتاراند. صبر و حوصله ابو اسحاق رشک برانگیز است کیان. من یکی که طاقت ندارم. جای ابو اسحاق بودم سر ام ثابت را گوش تا گوش می بریدم. این هم برای من معمایی است. چطور ابو اسحاق این همه سال دوام آورده؟ نیشش نیش افعیست. نمی دانم تا به حال چشیده یا نه. من که به وفور از این نعمت چشیدم. در معرفت و کمالات ابو اسحاق همین بس که بردباران زنی بد خلق و بد زبان را تحمل می کند. باید عرب باشی تا بفهمی کیان. کمتر عربی است که در مقابل زن خاضع باشد و خاشع، آن هم زنی که آشکارا با عقاید شوهرش مخالف باشد. به راهی هدایت کن که موجب خوشنودی و رضای تو. امید داشتم وقتی عاقل مردی شدی آرام و قرار میگیری، اما موی سفید هم تو را اهل و عاقل نکرد. 15 سال آزگار سوختم و ساختم و تاوان غروری را دادم که از مختار شکسته بودم. هنوز غرور مختار زخمی است؟ من شرمسارم،
چیزی برایم نمانده که تاوان دهم. تک گوشتی داشتم به نام دل که خون شده رفت، جگرم شد جگر زلیخا. نه در زندگی مختار جایی برای ناری مانده، نه در دلش و نه در خانهش. امثال کیان ایرانی نزد تو عرج و قرب بیشتری دارن تا من. یک شب نشد که کپه مرگم را بی هول و هراس بر زمین بگذارم. هر بار که کیان در به خانه ام را کوبید، دلم به دهانم آمد که باز بی دلیل این جغدشون بر بام ویران خانه ام ننشسته. آدمی مثل تو رویای امثال کیان این مختار. از سر راه هم برو کنار. می روی که رفته باشی رفیق نمراخ. می خواهم از میدان جنگی که مختار برایم درست کرده بگریزم. کار بدی می کنم؟ ام ثابت و فرار. پس تکلیف میثاقی که با هم بستیم چه می شود؟ قرارم آن بود بی کفن هم را ترک نکنیم. این نفرین بر طاله شوم از در، نفرین بر اقبال کوتاه. تازه مختار هنوز چوب خطش پر نشده. تو بروی چه کسی قور بزند و نکناله کند؟ چه کسی مختار را به خاطر مرامش سرزنش کند؟ در به در شده. رفتی خیر قبر پدرم، او را خبر کردی که چه؟ مختار چم مرا چه مانده و چه زنده که تو میخواهی کاملش کنی؟ حق نداری از این خانه بروی. تو میخواهی جلویم را بگیری بزمجه؟ تو از چه ناراحت؟ این فضولی ها به تو نیامده. حواس کرده ای فلفل به حلقت بریزم یا زبانت را داغ کنم؟ میخواهم خانه را برای جلان دادن تو و پدرت خالی کنم. صابه جان. بله پدر. زبان به زبان مادرت نکن. بروی تا ما با هم کمی درد دل کنی. خواهرت رو هم با خودت ببر. چشم پدر. کمی بی‌انصافی کردی ناریه. تو در دلم در زندگیم جایی نداشتی، چرا تا بار سر به بیابان ننهادم؟ چرا با تو متارکه نکردم؟ عرج و قرب و منزلت هر زنی به هنر خود اوست. تو بی هنر بودی که مختار را در کنار خود نداشتی. خانه ام را لانه ی زنبور کرده این مختار. دیر نباشد که یزید آتش به خانه ام اندازد. تو را می کشند و من و تفنانم را به اسیری می بند. تو را به خدا بس کن مختار. من و بچه هایم حق داریم که زندگی کنیم. میشنوی؟ قریب لبک یا حسین جماعت کوفه را میلرزاند. تو چرا وارونه نمیاندیشی ناریه؟ چرا فکر نمیکنی ما بر یزید و یزیدیان غلبه میکنیم؟ دل به خدا بسپار زن. نهال آرزوهایم درختی تنومند شده که ریشه در صخره دوانده. محض رضای خدا لذات این روزها را به کامم تلخ نکن. امان از دست تو و رویاهایت. این حرفا را از زبان ثابتکم می شنیدم کمتر می سوختم. هنوز که هنوز است رویاهایت کودکانه از مختار. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر می‌خوانم، چرا که سنت مرده و بدعت زنده شده. پسرم و فرد مورد وثوقم را به سوی شما گسیل داشتم تا مرا از رأی و عزمتان آگاه سازد، چنانچه بنویسد نظر همه شما
و فضلا و اغلایتان همانیست که در نامه هاتان نوشته اید، به سوی شما می آیم تا شما را به ساحل نجات هدایت کنم. قسم به خدایی که جانم از اوست، امام باید عامل به قرآن باشد و بر اساس قسط عمل کند و در گرو حق باشد و نفس خیش را برخواست خدا وادارد. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. امان از درد فراق کور شد یعقوب نبی، بس که چشم به راه آمدن یوسف دود. یعقوب که رسول خدا بود، درد هجران را طاقت نداشت. ای که پیراهن یوسفی، بیش از این ما را طاقت دوری نیست. تا نمرده ایم کاری کنیم، به مرادم بنویسید که بیاید. مسلم حتماً باید تحکم میکردم که بیایی؟ پدر جان، اکراه داشتم که بیایم، چون میدانستم به چه دلیل احضار شدم. من نمیخواهم در نزاع بین شما و مختار بچه‌ال مصالحه شوم. دختر جان، شوهر عزیزت شهر را به هم ریخته، خانهش را مقر فتنه کرده، میخواهد با دست خود خودش و دودمانش را به باد فنا دهد. تو که آداب رام کردن شوهر را از مادرت خوب آموخته ای، چرا از مهارت‌های زنانت استفاده نمی کنی تا این موجود سرکش را مهار کنی؟ عشق تنها بندی است که می تواند او را تسلیم کند. من به زندگی مختار وارد نشدم که او را به بند کشم. مختار تسلیم و ذلیل شوهر دلخواه من نیست پدر. یعنی تو با اقدامات اخیر مختار موافقی؟ من به فهم و شعور شوهرم ایمان دارم پدر. مطمئنم که بیگدار با آب نمیزند. زده دختر جان، زده. به پیر، به پیغمبر قسم، بیگدار با آب زده. خانه در مسیر سیل ساخته. مسلم مهمان خانه او شده. خبرش به یزید برسد که حتما تا به آن رسیده، خانه را می کند مستخ مختار و اهل خانهش. تو چرا اینجایی عمره؟ به همون دلیل که تو اینجایی مختار. عمره زن تو دختر من است مختار. تمکین از شوهر برایش فریضه است و ادای دین به والدین تکلیف. شما اعتراضی دارید؟ اعتراض؟ نه اعتراض ندارم، تعجب کردم، چون عمره میلی به آمدن نداشت. من او را به اینجا کشانیدم چونان که تو را. از کارمان تمام است عمره، برای گوشمالی احضار شده ایم یا قربانی؟ مختار، عاقل باش. احضارتان کردم نه به عنوان حاکم کوفه، که به عنوان یک پدر پیر دلسوز و خیرخواه، تا به حرفهایم گوش کنید. تکیه کردن به مردم کوفه، تکیه کردن بر دیوار شکسته است.
مردم کوفه همان مردمی هستند که علی آنها را اشباح و رجالشان خواند. این مردم شبیه آدمند، نه خود آدم. به قیل و قالشان ننازید، به وعده هایشان دل خوش نکنید، به عهدشان دل نبندید. یزید انقدر طلا و شمشیر و سرباز دارد که میتواند العیاذ بالله مثل فرعون ادعای خدایی کند. حسین هم آیه را خوانده، چنانچه به کوفیان اعتماد داشت مسلم را به کوفه نمی فرستاد، خودش می آمد. من نه به وفای کوفیان دلخوشم و نه از قدرت یزید در هراس. برای من حجت همانیست که حسین ابن علی فرموده، بیعت با یزید حرام است. نه خیر، تو گوشی برای شنیدن موعظه نداری مختار. تو هم بر جوی، من این بر جوی. خواهی شنید که بر منبر مسجد کوفه خویشاوندیم را با شما انکار کنم و دست از حمایتتان بردارم. اقدام اخیر تو یزید را نسبت به من بدبین کرده. تو به آبرویت میاندیشی؟ من هم به آبرویم. تو با قبول کردن میزبانی ابن عقیل آمدن و علنن مرا به جنگ با خود تحریک میکنی. پس دست به شمشیر ببر تا نشانت بدهم که سیاست نه پدر و مادر میشناسد نه دختر و داماد. فکر نمیکردم تا این حد تعصب نشان دهد. از یک مجاهد انصاری بعید است که یزید را مایق بدانم. حتما یزید او را ترسانده. مرا به داشتن پدری ترسو سرزنش نکن مختار. اخیراً خیلی شکننده و حساس شدی عمره. از این پس حرفی نمیزنم تا سوء تفاهم نشود. نمیشد مسلم به خانه یکی از مشایخ صاحب فتوای شیعه برود؟ قحط رجال شیعه بود که تو داوطلب میزبانی او شدی؟ بانو امر کنند همین عصایه میروم و عذر مسلم را میخواهم. بر من حرجی نیست وقتی اهل بیتم معذبند. فردای محشر هم خودت جواب علی را بده. مختار، مشکل تو این است که پدرزنت حاکم کوفه است. خیال کردی امثال عمر سعد که دندان طمع تیز کردن بر این تخت و بر این منصب بیکار میشینن؟ نسبت تو را با حاکم کوفه علم شیطان می کنن. نعمان برود، عمر سعد بیاید خوب است. یا نعمان بماند و کجدار مریض با شیعیان رفتار کند. عمره، مشکل شیعه در کوفه این است که مدبر ندارد، کاردان و سیاس ندارد. این جماعت آنقدر ساده لو هم که فقط بلدن اشک بریزند و دعا کنند. مسلم به هر کجا جز خانه من می رفت در امان نبود. از ام ثابت چه خبر؟ شنیدم خانهش دارو حکومه شیعه شده. ام ثابت هم آدمیزاد است و قلق دارد. خوب می داند مختار مجنون کدام لیلیست. به در می گویی که دیوار بشنود؟ عمره دیوار نیست بانو، هم سفر مختار است. عشق به علی بود که تقدیر مختار را به عمره گرزد. مواظب خودت باش مختار. چی آمدی عمره؟ با زربی. زربی؟ از کجاست که من ندیدمش؟ اجازه خواست که سری به خانه ارباب بزنه. دلتنگی از ثابت را بهانه کرد. فکر میکنم رفت که مسلم را ببیند. تو نمیخوایی سری به خانه هویت بزنی؟ خیلی دلم میخواهد مختار. میترسم خبرش به گوش حاکم کوفه برسد و اوضاع وخیمتر شود. امروز آقم کرد، فردا داغم میکنه. آقد کرد؟ نشنیدی؟ قرار شد به منبر برود و نسبتش را با ما انکار کند. شرمنده عمره، گرفتار بدمخمسه ای شدی.
چشمم کور. طاووس خواستم جور هندوستانش را میکشم. من از لفظ مرحوم معاویه شنیدم که عراقی ها دست از حسین بر نمی دارند تا وادار به قیامش کنند. من قریب پیشبینی معاویه محقق شود. جماعتی خشک مغز نافهم قلدر مآب جنگ افروز انقدر به حسین نامه نوشتند و نوشتند تا عاقبت آن شد که نباید می شد. فرستادن مسلم ابن عقیل به کوفه یعنی برافراشتن علم قیام، یعنی نشان دادن چنگ و دندان، یعنی برافروختن آتش یک جنگ خانمانسوز. کوفه در شرف گور گرفتن است. الیک اشکو یا رسول الله مما القا. یا محمد، ما به تو شکایت میکنیم از آنچه بر افکار ما افتاده. میخواهند امت واحده را شق شق کنند. او ترسیده. نعمان مرد این میدان نیست. خاک به سرش که خیال میکند اشکش برنده تر از شمشیر است. اشک تمساح است حسرمی. داماد موزی دخترش خوب بردن زیر پایش بنشینند. دلش به حال امت شق شق نمیسوزد. از این میسوزد که چرا نمیتواند بر روی قوم خیش خودش شمشیر بکشد. داماد فلانی در مقابل پدر زنش. سبحان الله. حذر کنید از فتنه ای که قوم خیش را به جان هم میاندازد. من نعمان ابن بشیر والی کوفه با کسانی که بیعت شکسته اند قرابتی ندارم. ولو بیعت شکن پاره تنم باشد، دخترم باشد یا دامادم، پسرم باشد یا برادرم. آنان که دست بیعت به مسلم ابن عقیل داده اند یا نیت بیعت دارند گوشزد می کنم که گره را با دندان باز نکنید. با این سیاست دیر نباشد که شیعیان حرف یارشان را برکنسی بنشانند. مردک با دست پس میزند و با پا پیش میکشند. توف به این همه بیکفایتی. این همه عجز و لابه و آه نشانه چیست جناب نعمان؟ با بیعت شکنان با زبان زور سخن کنید. به خدا قسم که خود بهتان سراسر ضعف بود و خوف. درک سخنان من برایشان تویی که محضر رسول خداوند را درک نکرده ای ثقیل است حضرمی. من در اطاعت خداوند از ضعفا باشم بهتر است که در معصیت خداوند از اقویا باشم. این هم قبری که برای نعمان کندم. بی حساب پیش چشم گوش شیطان کره کور با این مرحوم حکومت ری شکار می شود. بخوام ببینم چه کرده ای؟ از پسر سعد ابی وقاص به حضرت امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. از پسر سعد ابی وقاص؟ این پسر سعد نامش کره آسیاب افتاده. نه از تو میپرسم عمر، تو خودت نام نداری؟ تازه کدام سعد ابی وقاص؟ همون فاتح ایرانی که در دعوای علی و معاویه هرچرا رشته بود پشم کرد و بیطرف ماند؟
یا سعد ابی وقاصی که معاویه همیشه از او خوف داشت چون او را مدعی حکومتش میپنداشت و عاقبت هم مسمومش کرد. یزید چشمش به نام سعد ابی وقاص بیافتد نامه را نخوانده میسوزاند. باید مینوشتی از سربازی دلسوز و دلشکسته و مقبون که عمریز چوب جهالت و ندانم کاری پدرش را میخورد، یا از پسر سرداری که همه فتوحات و خدماتش را به یک خطا ضایع کرده. قبول، باقی را بشنو. چطور میشود باور کرد مرگ خلیفه پدر را؟ او که قارون به نزدش گدایی بود، او که حاتم طایی در نزدش خسیس بود، او که صاحب سولت سکندری بود و مایه فقر عرب بود. بودش زیاد بود، کمش کن. آه حبیب خدا، آه خلیفت الله، آه کاتب وحی، آه خال المؤمنین، ای که تاج سر خسروان هفت اقلیم بوده ای، این که از زبان رشه میچکد بر صفحه، خون دل ریش ریش است از فاجعه عظمای فقدان تو. کافیست عمر، نمیخواهد بقیهش را بخوانی. اینها که نوشته ای همه تملق است و تزویر. تو یک کلمه میخواهی از نعمان ابن بشیر عارض شوی، جوری از معاویه نوشته ای که انگار نه انگار حضرت یزیدم. بله، من زبان متملقان کاخ سبز را میشناسم جاریه. فراموش نکن که یزید ادیب است و اهل شعر. میخواهی از حلوای معاویه به شوربای یزید برسی، بنویس کوفه را دریابید که حاکم بیکفایتش با بیعت چکنان مدارا می کند، چون سران ولوایی از خیشان اویند و خانه دامادش شده از دارالخلافه شیعیانی که دست بیعت به سوی پسر ابو تراب دراز کرده اند. و سلام نامه تمام. در چاپلوسی از یزید و بدگویی از نعمان زیاد روی کنی، می فهمد که قصدت در یوزگی حکومت ری است. گریه میکنی عمره؟ چه خبر شده؟ خبر اینجاست. بخوام، نامه از یزید است. حدس می‌زدم یزید نرمش و سیاست شما را نپسندد، اما گمان نمی‌کردم به این زودی اقدام کند. خدا را صد هزار مرتبه شکر. یزید با عزم من بار کوهی از دوشم برداشت. ممکن بود زیر این بار کمر بشکنم. حدس می‌زنی به جای من چه کسی را به حکومت کوفه منصوب کند؟ با سوابقی که از عمر سعد می شناسم یحتمل او را جایگزین شما کنند. شک ندارم که اخبار شما را مو به مو برای یزید گزارش کرده. مختار، به خودت و من اهانت نکن. عمر سعد آدم است که بخواهد جای من بنشیند؟ در فهم و درایت شما تردید ندارم، اما یزید باده نوش میپرست
حاکم عاقل کاردان نمیخواهد، زبانباز چاپلوس میخواهد که عمر سعد 40 گز زبان تملق دارد. مختار، شبانه احضارتان نکردم تا فقط خبر عزلم را بشنوید. یزید هیلگر صفاکی را به جای من گمارده که بنا دارد کوفه را قربانگاه یاران حسین کند، کاری که من با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن از آن حذر کردم. این که هی هرس و جوش میخوردم نکنید، نکنید، آشکارا گردن فرازی نکنید، به خاطر همین بود. من که نمیتوانستم شطور را در مناره قایم کنم. کوفه پر از مزدور و جاسوس است. این قوم شیطان سیر تا پیاز حوادث را برای یزید می نویسند. یزید از من سر شماها را می خواست، کاری که ابن زیاد نافهم در بصره کرد. سر سلیمان سفیر حسین در بصره را برایش فرستاد و شد حاکم کوفه. لا حول ولا قوة الا بالله. پای پسر مرجانه به کوفه برسد، نخستین شکارش مسلم ابن عقیل است، بعد نوبت مختار ثقفی است و قص علی‌هذا. طبق دستور یزید باید شماها را بکشد و زنانتان را به کنیزی بفروشد. عمره، تو باید به جای امنی بروی. جان پدر، جای امن؟ مثلا کجا؟ جایی مثل طائف. مختار در طائف هم خانه زندگی دارد. فکر بدی نیست. از عراق کوچ کن عمره، نزد مادرم دومه برو. من وقتی به نکاح مختار در آمدم عهد کردم که در خوشی و ناخوشی همراه شوهرم باشم. برای من هیچ جا امتر از سایه شوهرم نیست. من جایی هستم که مختار هست. قدی نکن دختر، موعظه های پیشین ما را که به پشیزی نخریدید. انقدر در کار خود لجبازی کردید تا من و خودتان و حسینتان را به خطر انداختید. خط نشان کشیدن ابن زیاد، خط نشان کشیدن نعمان نیست که چشم ببندید و تشرش را نشنوید. حیف، حیف که مختار نخواست با من کنار بیاید. متاسفم که مسبب عزل شما شدم و خوشحالم که زین پس مجبور نیستم رو در روی پدر زنم بایستم. حیف از یک مجاهد انصاری بود که عامل خلیفه فاسقی چون یزید باشد. میشنوی عمره؟ یعنی که مختار قرار نیست شمشیرش را غلاف کند. پس تو دست و پاگیرش نشو، به طائف برو تا مختار با خیال آسوده بتازد و گرد و خاک کند. پدر جان، عزتم در لفقا تهدید شود بهتر است تا غرورم در طائف شکسته شود. لفقا خانه ای من است، خانه و کاشانه ام را ترک نمی کنم. مختار خصلت‌هایش را به تو داده؟ این چه خیره سری و لجاجت است که با خود میکنی؟ من غرور و غیرتم را از شما به یادگار دارم، نه از مختار. تا به حال فکر میکردم بیچاره دخترم عمره که از دست خیره سری های مختار چه ها کشیده. امشب متوجه شدم که خداوند در و تخته را با هم جفت و جور کرده. یک امشبی را که پیش پدر میمانی یا باز هم اکراه داری؟ اکراه قبلیم از حاکم کوفه بود، نه از پدرم. از امشب من دختر نعمان ابن بشیر انصاریم، نه دختر فرماندار یزید. با کمال میل میمانم. خب، جای شکرش باقی است که به سبب منصبی که داشتم تحریمم نکردی. و اما تو مختار، ابن زیاد همان کسی است که با حیلت بسیار خراسان ایران را فتح کرد. تو و یارانت او را دست کم نگیرید.
به امثال خودت و سلیمان نگاه نکن. بسیاری از کوفیان که صبح در خانه تو عشق به چشم داشتند و فریاد لبیک یا حسین سر می دادند، شب سر از دارالحکومه در آوردند و با مشتی درهم و دینار تطمیع شدند و با یزید بیعت کرده و به ریش تو و یارانتان قاه قاه خندیدند. خواستی نام تک تکشان را برایت فاش می کنند. نومان به من گزارشی داد که بسیار نگران کننده است. چه گزارشی؟ برخی از حضراتی که بیعت کرده اند به دارالحکومه رفته با مشتی درهم و دینار بیعت خود را فروختند. بدت نیاید مختار، پدر زن محترمتان ذاتن یک اموی است. درست است که یزید او را عزل کرده، اما معاویه هم کم به ایشان نرسونده. تازه عرض من این نیست که همه خلق بیعت کننده با مسلم پسر پیامبرند و طیب و طاهر. نه، از 100 دانه گندم 10 دانه خراب و کرمو آفت زراعت نیست. میخواهید چه کنید؟ ابن زیاد بدش نمی آید که در بد به ورودش ما را به جنگ تحریک کند. پس تا زمانی که امام به کوفه نیامدند و دستور جنگ و جهاد ندادند خویشتنداری میکنیم. جناب مسلم هم باید تغییر مکان بدهد. لااقل بخشی از نیروهای ابن زیاد را متوجه خارج کوفه کنید. چطور؟ چون میاندازیم دعوت مسلم در کوفه تمام شده و به اطراف کوفه رفته تا از اعراب مسلمان و قبایل بادیه بیعت بستاند. با این حل وارونه بخشی از نیروهای پسر مرجانه را خارج کوفه مشغول میکنیم. فکر خوبیست. خودتو مناسب ترین کس برای این کار. باید به این جوانک نوسبیل درسی بدهیم که لذت فتح خراسان زهر تنش شود. مختار، الحق خاطره عمویت سعید را زنده کردی. خداوند جزای خیرت داد که از هیچ کمکی مزایده نکردی. حیف که اوضاع دگرگونه شد و افتخار میزبانی را از ما گرفت. چون آنچه اراده خودتان نبود که ما را ترک کنید، به خدا قسم با خون میهمان نوازیم را ضمانت میکردم. بدرود برادرم. بدرود. مرا از اوضاع اطراف کوفه بی خبر نگذارید. من نیز اخبار را نوبه نو به شما میرسانم.